برای گفتگو همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام هلند. آقای عطابکی، در مورد دوران نسبتاً طولانی، شاید اصلا بشه گفت طولانی، سلطنت الیزابت دوم ملکه بریتانیا نظرات متفاوت هست. بحث هم طولانی هست، اما خلاصه اگر بخواید بفرمایید که این 70 سال چگونه گذشت در بریتانیا و دیگر قلمروها؟ با درود به شما و بینندگان خوبتون، اجازه بدید بگم که 70 سال آسونی نبود برای ملکه انگلستان بریتانیا. در دو حوزه میتونم بهش نگاه بکنم. در حوزه داخلی اگر به کارنامه ایشون برسیم، تلاش بسیاری کرد که یک جایگاه مردمی تر از دربار بریتانیا عرضه کنه. دورانی داشتیم که فاصله بین دربار و جمهور مردم بیشتر و بیشتر شده بود، به ویژه در دهه 60، و بنابراین تلاش کردند که دربار مردمی تری رو به مردم نشون بدن. چالش‌های خانوادگی و به هر صورت پیوندهای از این دست رو هم داشتند که تلاش کردند به نوعی هم به اونها پاسخ بدن. از جمله مثلا مرگ دیانا بودش که بسیار بسیار دربار رو به زیر سوال برد، و یا گاه اینجا و اونجا خبرهایی بود برای تخلفات مالی. ولی به هر صورت در حوزه داخلی اگر نگاه بخوایم بکنیم، مقبولیت و محبوبیت بسیار زیادی داشت ملکه بریتانیا، و این مدیون رفتاری بود که ایشون داشت. در حوزه خارجی هم کارنامش دیدنیه که اگر فرصت باشه به اون هم اشاره خواهم کرد. اگر که بپردازیم به دوران بعدی بریتانیا، آقای عطابکی، سلطنت پادشاه آینده بریتانیا چارلز سوم همزمان نخست وزیر هم تغییر کرده، آیا این تغییرات باعث میشن که ما تغییر محسوسی رو ببینیم در سیاست‌های بریتانیا و سایر قلمروها؟ ببینید، گمان نمی‌کنم، به خاطر اینکه نهاد سلطنت بسیار دیرپاتر و مستحکم‌تر در بریتانیا، که بعد در حقیقت تغییر پادشاه یا ملکه دستخوش تغییر بشه. دولت در حقیقت همه کار است. یک دربار یک در حقیقت چهره نمادین داره، جایگاه نمادین داره در سرنوشت بریتانیا و پیوندش با جهان خارج. اما از این نمیشه گذشت که به هر صورت نقش شخصیت هم در تاریخ مهمه. ببینیم که چارلز با توجه به ناکامی‌هایی که پیشتر داشته و عدم مقبولیت، به ویژه همونطور که اشاره کردم در مورد جداییش از دیانا، آیا میتونه جایگاه مادرش رو به دست بیاره؟ به نقد میدونیم که در بسیاری از حوزه‌ها پادشاه مردمی‌تریه، پیوند داره با بسیاری از گروه‌های اجتماعی و تلاش می‌کنه که از اون فاصله بسیار بسیار زیادی که دربار بریتانیا در قرن گذشته با مردم داشت در حقیقت بکاهه و بکاهه. ولی خب این دیدنیه. اما به هر صورت آنچه که سرنوشت بریتانیا رو رقم میزنه در حال حاضر، این نظام در حقیقت سیاسی هستش که بر پایه یک قانون نانوشته، قانون اساسی نانوشته در حقیقت جلو میره، و نقش پادشاه ملکه بسیار کمرنگه. و آقای عطابکی، چارلز سوم در سال 82 خورشیدی سفری داشت به ایران. الان به عنوان پادشاه بریتانیا قراره که بر تاج و کاخ سلطنت حضور پیدا بکنه. فکر میکنین که به لحاظ سیاست خارجی شاهد چه دورانی خواهیم بود؟ خب من گمان میکنم که چارلز سوم در حقیقت میراثدار رفتار مادرشه. میدونیم که ملکه بریتانیا پیوند بسیار تنگاتنگی با نظام پادشاهی در ایران داشت، و بعد از انقلاب هم تلاش کرد که به نوعی، نه به گرمای پیشین، اما رابطهشو با جمهوری اسلامی حفظ کنه. و از همین دست باید اشاره کنم که همونطوری هم که شما اشاره کردید، چارلز سوم سفری به ایران داشت بعد از زلزله بم، و بنابراین رابطه بریتانیا با ایران رابطه پرتنشی نیست، هرچند که اینجا و اونجا تنشهایی به چشم خورده، گروگانگیری و از این دست. اما به هر رو گمان میکنم که در دوران چارلز سوم بر همون روال پیشین رابطه نچندان گرم اما نچندان دشمنانهی بین بریتانیا و ایران جاری باشه. بسیار سپاسگزارم از شما تورج عطابکی، از اینکه با ما همراه بودید.